اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه می کرد؟ درباره چه مسئله ای می اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیم، مسئولیت داریم، به خدا قسم مسئولیت داریم، به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است. داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه است. اگر حسین ابن علی بود تو آقا اگر میخوایی از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بذاری، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. کسر 1300 سال پیش مرد رفت، دمر امروز فلسطین. امروز باید در و دیوار این شهر برای شعار فلسطین باید سمان میخورد. و وقت تلاش ما مسلمین در این زمین چی بوده؟ به خدا خجالت داره که ما خودمون مسلمون، خجالت داره ما خودمون شیعه علی ابن ابی طالب بکنیم. به خدا قسم من شنیدم دشمن چنین اهانتی کرده است، آمده سرزمین مسلمین رو غارت کرده است، مردانشون رو کشته است، اسیر کرده است، متعرض زنان اونها شده است، زیورها را از گوش زنها، از دست زنهای اونها جدا کرده است. بعد همین علی ابن ابی طالب که ما اظهارش تشیعش میکنیم و یه حساسیتهای بی‌معنی و دروغی نشون میدیم، یک مرد مسلمان با شنیدن این خبر دق کند و نمیرد تداوار است مورد ملامت میدیم. آیا اینها مسلمان نیستن؟ اونها عزیزان ندارن؟ چیه در دنیا که امروز منکر بشه و فلسطینی های آواره حق ندارن به وطن خودشون برگردن؟ ای قرآن بخونید، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. بابا بمال که بتونیم کمک بکنیم، والله واجب است، مثل نماز خوندن واجب است، مثل روزه گرفتن واجب است، این انفاق واجب است. اولین سوالی که بعد از مردن از ما بکنن همین است، پدر زینی همدستگی اسلامی چی کردی؟ پیغمبر فرمود من سمع مسلما ینادی لا یال المسلمین ولم یجب خب فلیس به مسلم. یعنی گفت هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یال المسلمین، یعنی مسلمانان به فریاد من برسی، و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمیدانم.